دوستان خوب و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شادمان، جامع و تنی سالم داشته باشید. اعتراضات همچنان بر دوام است و نیروهای سرکوبگر هر کاری میکنن اعتراضات رو نمیتونن سرکوب بکنن. سن اعتراض به زیر 15 سال رسیده و نیروهای سرکوبگر برای متفرق کردن معترضین و سرکوب معترضین به مدارس راهنمایی هم یواش یواش داره دست درازی میکنه. این نشون میده که دولت جمهوری اسلامی واقعا مستثر شده. قسمت هایی از مردم که تا حالا بیطرف بودن و به اصطلاح وارد این جریان های مبارزاتی نشدن، یواش یواش با این اعتراضاتی که داره به سمت مدارس راهنمایی و مدارس دبیرستان ها داره میره، مجبور به طرف شدن میشن. زندان اوین رو هم که در جریان هستید و دانشگاه ها رو هم که در جریانش هستید، وقتی نیروهای سرکوبگر اینقدر پشت سر هم دچار اشتباهات تاکتیکی میشن، یواش یواش موج اعتراضات رو بزرگتر و بزرگتر میکنن و این جامعه رو به سمت پیروزی نهایی نزدیکتر خواهد کرد. متاسفانه تلفات داریم، متاسفانه مجروح داریم، متاسفانه بازداشتی داریم، ولی واقعیت اینه که راه آزادی به غیر از هزینه دادن براش راه دیگه ای متصور نیستیم. یعنی دموکراسی یا آزادی نسخه ای به غیر از فداکاری نداره و امیدوارم که خسته نشید، به دلیل اینکه در حال حاضر اگر خسته بشید، کسایی که تو این مدت بازداشت شدن یا کسایی که در آینده نشان شدن و بازداشت خواهند شد، متاسفانه بهای بسیار بسیار سنگینی خواهند داد. برای تنبیه کردن و برای ترسوندن افکار عمومی، متاسفانه خیلی از کسایی که امروز بازداشت شدن یا قراره در آینده بازداشت بشن با احکام بسیار بسیار سنگین مواجه خواهند شد و راهی به غیر از ادامه مبارزات وجود نداره. واقعیت اینه که نیروهای سرکوبگر هم تا وقتی که بهشون پول داده نشه وارد بازار نمیشن، وارد میدان و مبارزه نمیشن. هرچند دولت مرکزی توان چاپ پول رو بدون پشتوان داره و این کار رو خواهد کرد، ولی این باعث خواهد شد که اقتصاد فلج جمهوری اسلامی بیشتر از این فلج بشه و بیشتر از این باعث یأس و ناامیدی مردم و حضورشون در خیابان ها بشه. توصیه من اینه که به هر شکل ممکن اگر کسی رو در نیروهای سرکوبگر میشناسید بهش هشدار بدید و سعی بکنید از نیروهای سرکوبگر دورش بکنید. از طرف دیگه اگر پولی مایملکی چیزی دارید در بانک ها، اینها رو نگه ندارید، به دلیل اینکه از این سپرده های شما استفاده میشه برای سرکوب نیروها و از طرف دیگه اقتصاد ایران به شدت در حال تزلزل و این تزلزل اقتصادی باعث میشه که ارزش پول به شدت پایین بیاد و شما پسنداز ناچیزی رو هم که در بانک ها دارید از دست بدید. بهترینه که پول هاتون رو از بانک ها بکشید بیرون و اگر هیچ کاری نمیتوانید بکنید، هیچ گونه همکاری با نیروهای آزادی خواه نمیتونید داشته باشید، حداقل پول رو در بانک ها نگذارید و باعث بشید که دولت از این سپرده های شما برای ارتزاق نیروهای سرکوبگرش استفاده نکنه. از طرف دیگه هم اگر براتون امکان پذیر هست، قبض های که براتون میاد اینها رو دیر پرداخت بکنید که باعث بشه درآمد دولت پایین بیاد، درآمد نیروهای سرکوبگر پایین بیاد و نتونن نیروهای سرکوبگر داخل خیابان ها رو حقوق بهشون بدن. راه دیگه متاسفانه وجود نداره. اعتراضات باید ادامه پیدا بکنه و به اعتصابات منجر بشه و همچنین باید ریزش نیروهای دولتی بیشتر بشه. راه دیگه به غیر از این برای رسیدن به آزادی وجود نداره. امیدوارم هرچه از دستتون برمیاد انجام بدید. و مسئله دیگه که هستش اینه که احتیاج به سازماندهی بسیار بسیار مهمی دارید. شما باید یواش یواش سازماندهی های گروهی داشته باشید، خودتون در محله های خودتون، در کوچه های خودتون، در خیابان های خودتون، در شهرستان های خودتون سازماندهی محله ای، شهرستانی، منطقه ای داشته باشید،
سازماندهی هایی که حداقل از 3 نفر شروع بشه و تا 7-9 نفر ادامه پیدا بکنه. مسئله اساسی در این سازماندهی ها اینه که اگر شما یکیتون اتفاقی براش افتاد، دیگران بتوانند خبر رسانی بکنن و اجازه بدن که با خبرهایی که پخش میشه جان اون یک نفر رو حفظ بکنن. متاسفانه وقتی کسی بازداشت میشه، وقتی کسی دنبالش نیست، وقتی خبری ازش بیرون درز نمیکنه، راحتتر مورد شکنجه قرار میگیره و با راحتتر کشته میشه. من به تمام کسایی که کسی از عزیزانشون بازداشت شده توصیه میکنم که حتما خبر رسانی بکنن و این باعث نجات جان اون طرفی میشه که در زندان هستش. ما اینو تجربه داریم خودمون در زندان و تجربه داریم در حین مبارزاتی که داشتیم. اگر خبررسانی مناسب انجام نگیره، خیلی راحت کسایی که داخل خیابان ها هستن، کسانی که بازداشت میشن، متاسفانه کشته میشن برای ترسوندن دیگران. خبررسانی بسیار مهمه، سازماندهی بسیار مهمه و ارتباط برقرار کردن با سازمان های دیگر، گروه های دیگر بسیار مهمه. منتظر سازماندهی شما هستیم خارج از کشور، منتظر خبررسانی شما هستیم خارج از کشور. فعالیت های شما در داخل کشور اصل اساسی مبارزات هستش و ما در خارج از کشور به غیر از حمایت از شما کار دیگه ای نمیتوانیم انجام بدیم و نباید هم انجام بدیم. رهبری مبارزات در داخل کشور هستش و به دست خود شما هستش. احتیاج به برقراری سازماندهی گروه های خودتون رو دارید، احتیاج به درست کردن رهبری میدانی خواهید داشت و خواهید و دارید، احتیاج به مبارزات خبررسانی برای خارج از کشور دارید و امیدوارم که هرچی بهتر و هرچی سریعتر این سازماندهیتون برقرار بشه. هرچند آقای خامنه ای پشت سر هم داره تهدید میکنه، ولی واقعیت اینه که دیگه اون قدرت قدیم رو نداره. خامنه ای در گذشته وقتی که سخنرانی میکرد، نیروهای سرکوبگرش بلافاصله بعد از روز سخنرانی به خیابان ها میومدن و راهپیمایی انجام میدادن و تمام نیروهای مبارز رو سرکوب میکردن. الان مدتی هستش که خامنه ای به خیابان ها میاد، به نماز جمعه و جلسات میاد، سخنرانی های تندی میکنه، ولی خوشبختانه هیچ کدوم از این سخنرانی ها تأثیری در مبارزات مردمی نداره. پیروزی بسیار بسیار نزدیک است و امیدوارم که با در فردای پیروزی، در فردای آزادی، در فردای دموکراسی همدیگر رو در ایران ملاقات بکنیم. به امید دیدار شما در ایرانی آزاد و دموکراتیک.